توضیحاتتون رو بفرمایید آقای مسئول مجازی. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئول مجازی هستم اینجا دریاچه چیتگر. بالاخره تیم حقیقت‌یاب ما بعد از چند روز تلاش و بیخوابی تونستن تمساح حاشیه ساز دریاچه رو پیدا کنن. یک تیم هوایی مجهز با چندین فرفند بالگرد در منطقه در حال گشت زنی بودن توی این چند روز. غفاص نباید بره دنبال تمساح، چرا بالگرد فرستادی؟ بله ما خب غفاصا سوار بالگرد بودن، نمیشه بفرستیم تو آب که تمساح بخورتشون. بله این تمساح مشکلات زیادی رو برای هموطنان ما به وجود آورده بود طی این چند روز. تمام چیزهایی که با تمساح در ارتباطن، از جمله مرغ، قیمت مرغ رفته بود بالا، مسکن، دلار، سکه، همه اینا بالا کشید و متأسفانه مشکل ساز شده بود. با گفتگوی که بین بنده و تمساح انجام شد فهمیدیم که تمساح آقای مسئول مجازی مگه تمساح هم حرف میزنه؟ بله بنده با تمساح صحبت میکنم، ایشون با من صحبت میکنن. تازه یه دونه توتی تو خونه دارم روپایی میزنه، دوست داشتی میتونی بیای اینقدر وسط حرف من نپرز، زرمو بزنم. زر نزن. بله تمساح فرمودن که از سیستان و بلوچستان، چون اونجا آب لوله کشی وجود نداره و بچه‌های خردسال میرن با دبه آب بیارن، این تمساح بنده خدا اشک تمساح هم میریخت. تمساح بچه ها رو میبینه و میترسه و مجبور شده به خاطر همین پای پیاده از جاده مخصوص بیاد توی چیتگر و اونجا بره تو آب. چه برنامه‌ای برای حفاظت از این حیوان داری؟ بله برنامه‌ای که داشتیم، چند تا سلبریتی مخصوصا خانواده پینگول پیام دادن که اینو بدید به ما، اسمشو بذاریم تینگول. خوشبختانه ما قبول نکردیم و برمیگردونیمش به همون زیستگاه اصلیش، سیستان و بلوچستان. تنها مشکلی که اینجا هست، ما باید یه لوله کشی انجام بدیم برای این تمساح که آب اونجا باشه و بچهای خردسالی که میرن با دب آب میارن نترسه. خب این چه کاری روستاها رو لوله کشی آب کنید؟ شما من میگم حرف نزن، برای همین میگم. خب تمساح که نمیتونه بره با دب آب بیاره، بچه ها میتونن برن با دبه، پس ما لوله کشی رو باید انجام بدیم که ایشون بتونن استفاده کنن، نه اینکه بچه ها. آره دیگه، مگه تمساح میتونه بره با دبه آب بیاره؟ واقعا متاسفم براتون، خدا نگهدار.